واقعش خدا از ما چیزی نخواسته. از شما حرکت، از خدا برکت شنیدی؟ شما یه قدم بیا خدا ده قدم میاد، شنیدی که این روایته؟ شما آروم بیا خدا هر وره کنان دوان دوان میاد که روایته، شنیدی؟ خب اون قدم اولی که ما برمیداریم چیه؟ خدا با انسان آگاه به عیب خودش نوازشگرانه برخورد میکنه، فوق العاده نوازشگرانه برخورد میکنه، فوق العاده مهربانانه برخورد میکنه. به حدی که شما اگر عیبم نداشتی باشه، بی خیال، الکی برو بگو خدای من معیوبم، ببین خدا چجوری نوازشت میکنه. این فرض محاله آدم عیب نداشته باشه. حتی آدم خبرم نداشته باشه از عیبای خودش، باید بره بگه خدای من معیوبم کلن، حالا من عیب خودمو خبر ندارم. العفو رو باید بگه 300 مرتبه در نماز شب. استغفار رو حداقل 70 مرتبه در طول روز رسول خدا سفارش فرمودن انجام بدید. واقعش خدا از ما چیزی نخواسته. از شما حرکت، از خدا برکت شنیدی؟ شما یه قدم بیا خدا ده قدم میاد، شنیدی که این روایته؟ شما آروم بیا خدا هر وله کنان دوان دوان میاد که روایته، شنیدی؟ خب اون قدم اولی که ما برمیداریم چیه؟ همین که عیب خودمونو بفهمیم چیه؟ از این نصف قدم یا همه قدم گاهی از اوقات، بعد دیگه خدا جور میکنه تا تو از این عیب در بیای بیرون. بقیه زندگی تو یه جوری طراحی میکنه تا از توش در بیای بیرون. فکر نکن بعدش هم تو هنر کردی در مبارزه با هوای نفس و چه کردی در تزکیه و اینا، بعد نگاه بکنی اینا هم بقیهشو خدا جور کرد. واقعا اینطوره، بقیهشو خدا جور میکنه تا تو در بیای بیرون از تو اون عیب. بعضی وقتا هم همون موقع درستش میکنه، زحمت بد نمیده طول بکشه ماجرا. جشن میگیره خدا، میفرماد گناهکار به سمت من برمیگرده، من گم شدم و پیدا کردم. گناهکار برمیگرده، من مثل کسی که در بیابان آذوقه و آب خودشو گم کرده داره هلاک میشه، یه دفعه پیدا میکنه اون رو، اینجوری میشم. خب ما هم همون گناهکاره ایم دیگه. تا به گناه خودمون متوجه میشیم در واقع گم شده خدا پیدا شده. انگار خدا داشته تو بیابون از تشنگی هلاک میشده، آب پیدا کرده. مثلا به وجد میاد خدا، حالا اینا تعابیر نارسای ماست، ولی تو روایات این تشبیه آمده. ما باید به شوق بیایم اگر عیبی در خودمون پیدا کنیم، پس بجوریم و بگردیم عیوب خودمون رو پیدا کنیم. ما باید به شوق بیایم اگر عیبی در خودمون پیدا کنیم، پس بجوریم و بگردیم عیوب خودمون رو پیدا کنیم.